با نام خدا سلام، وقتتان بخیر. به خبر دست اولو و اطولو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. واکنش امارت اسلامی به گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد. حکومت سرپرست بخش دستاوردهای امارت در این گزارش را خوشبینانه توصیف میکند، اما نداشتن تعریف مشخص از حکومت همشمول از سوی این سازمان انتقاد میکند. شمولیت نظام یقینی است. ما با ملل متحد را شریک ساختیم که هر تعریف ایران ها که از همشمول دارند، ما میتونیم حکومت فعلی را برشان ثابت بکنیم که همشمول است. انتقاد امیرخان متقی از برگزاری نشست های چهره های مخالف امارت اسلامی. می افزاید ایالات متحده آمریکا و متحدانش به آنان اطمینان داده تا از هیچ حرکت نظامی در افغانستان پشتبانی نکنند. هر کشور به شمول امریکا و دیگر اندوالانشان به مراتب اطمینان داده که ما بعد از این در افغانستان حمایتی کدام حرکتی نظامی را نمی کنیم. تأکید ندا محمد ندیم بر سرکوب گروه داعش در کشور. می گوید پیش از حاکمیت دوباره امارت اسلامی، گروه داعش در کشور میان شهروندان به اعتمادی را به میان آورده و سبب مرگ افغان ها شده است. در سرگندوانی چه طالبان و داعش سر مبارزه کرده، داعش ختم کرده بیزه فکر کنم چه داور واقعیتی او طول جهانیان و افغانم دا منیب. و زنده بگر شدن بیماران و زخمیان در غزه از سوی اسرائیل. مقام های بهداشت فلسطین میگویند نیروهای اسرائیلی با حمله بر شفاخانه در شمال غزه زخمیان و بیماران را زنده بگر کردند. من حامد بهرام میزبان شما هستم. مشروع خبرهای امارت اسلامی گزارش سه ماهه دبیر کل سازمان ملل متحد درباره افغانستان که در آن به دستاوردهای امارت اسلامی در بخش‌های امنیتی و موارد دیگر اشاره شده است را خوشبینانه توصیف می‌کند. سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به بخش از گفته‌های دبیر کل سازمان ملل متحد درباره تشکیل نشدن حکومت فراگیر می‌گوید سازمان ملل متحد تعریف مشخصی از حکومت همشمول در افغانستان ندارد. پیش از این دبیر کل سازمان ملل متحد هرچند که دستاوردهای امارت اسلامی در بخش‌های امنیتی، همکاری منطقه‌ای و دیگر موارد را مثبت خوانده، اما از موارد همچون تشکیل نشدن حکومت فراگیر و تأمین نشدن حقوق بانوان در افغانستان انتقاد کرده است. امارت اسلامی بخشهایی از گزارش سه ماهه دبیر کل سازمان ملل متحد از اوضاع افغانستان را خوشبینانه می داند. سخنگوی امارت اسلامی می گوید که در این گزارش دستاوردهای امارت اسلامی نیز در نظر گرفته شده است، اما برخی از انتقادات ارائه شده در این گزارش از جمله تامین نشدن حقوق بانوان و تشکیل نشدن حکومت فراگیر را درست نمی داند. ذبیح‌الله مجاهد سازمان ملل متحد را متهم به نداشتن تعریف مشخص از حکومت همشمول می کند و میگوید که نظام کنونی در کشور همه شمول است. شمولیت نظام یقینی است. ما با ملل متحد را شریک ساختیم که هر تعریف ایران ها که از همه شمول دارند، ما میتونیم حکومت فعلی را برشان ثابت بکنیم که همه شمول است به هر ترازوی که آنها بخواهند را تعریف بکنند، ولی متاسفانه تعریف کلی آنها ندارند از این موضوع. در بخشی از این گزارش درباره فعال‌تر شدن چهره‌های مخالف امارت اسلامی نیز اشاره شده است، اما آقای مجاهد کارکردهای آنان در برابر امارت اسلامی را چالش برانگیز نمی‌داند. حکومت هم در راه که وجود خپل ګران ولسونو غشتونو ته درناوی وکړي او د دې غشتونو ومني. هر افغان باید په دې نظام کې خپل ځان وویني. د خوند پر مخ باندې باید پانتونونه او د خوند پر مخ کې چې په غزا کې دوی ته ضرورت یې هلته باید دوی ته وظیفي او دوی باید په لوړو بسونو کې باید دوی وګمارل سي. این گزارشات به نفع مردم افغانستان است، به خاطر زنده نگه داشتن دایی مردم افغانستان و حضور جامعه جهانی و اشتراک جامعه جهانی برای راه حل مشکل افغانستان. دبیر کل سازمان ملل متحد گزارش سه ماهه از اوضاع افغانستان را زیر نام اوضاع افغانستان و پیامدهای آن بر ثبات جهانی را به روز شنبه به نشر سپرد که در این گزارش به موارد همچون پیشرفت‌ها در بخش‌های امنیتی، همکاری‌های منطقه‌ای و کمک‌های بشری در افغانستان پرداخته شده و نیز از تشکیل نشدن حکومت فراگیر و از تامین نشدن حقوق بانوان انتقاد شده است.
سرپرست وزارت خارجه میگوید که ایالات متحده آمریکا و متحدانش به آنان اطمینان داده است تا از هیچ حرکت نظامی در افغانستان پشتیبانی نکنند. امیر خان متقی در بخشی از سخنانش از نشست‌هایی که در کشورهای منطقه با حضور چهره‌های مخالف امارت اسلامی برگزار می‌شود نیز سخت انتقاد می‌کند. یک کشور فقط یک هتل برات رزرو می‌کنه و او خوشحال هستی. این خوبه نه به شما نیست و نه به افغانستان هم نیست. و مردم جهان هر کشور به شمول امریکا و دیگه اندوالانشان به مراتب اطمینان داده که ما بعد از این در افغانستان حمایتی کدام حرکت نظامی را نمی کنیم. همزمان با این سرپرست وزارت خارجه پس از دیدار با همتای ترکمنستانیش میگوید که به زودی کار پروژه تاپی در کشور آغاز می شود. سرپرست وزارت معادن و پترولیم نیز در یک گردهمایی مردمی در هرات اطمینان می دهد که آمادگی ها برای آغاز کار تاپی در کشور گرفته شده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه روی چگونگی آغاز کار پروژه تاپی در کشور با وزیر خارجه ترکمنستان گفتگو کرده است. وزیران خارجه دو کشور همچنان درباره توسعه خط آهن بندر تورغوندی هرات، افزایش واردات انرژی برق به هرات و گسترش داد و ستد میان دو کشور همسایه گفتگو کردند. پروژه بزرگ تاپی، لوله گاز که به خاک افغانستان رسیده و چند متر داخل هم شده، صحبت ها شد که چطور بتانیم اینمی پروژه با اونمو عظمت و قوتی که داره شروع کنیم. با عملی کردن پروژه تاپی که از تورغوندی شروع می شود تا سپین بولدک و اولین فازش در گذره انشاءالله تکمیل می شود. سرپرست وزارت صنعت و تجارت در این گرد همایی مردمی در شهر هرات می گوید که به زودی یک شهرک صنعتی میاری در این ولایت ساخته می شود. با گفته او اقتصاد کشور رو به بهبود است و هزینه تمام پروژه های زیربنایی و توسعه ای از بودجه داخلی فراهم می شود. تمام بودجه امارت اسلامی الحمدلله به فضل خداوند از طریق حلال تمویل می شود. از طریق حلال مهمترین گپی است. سرپرست وزارت معادن و پترولیم می گوید که روند استخراج نفت و گاز در هرات و بادغیس به داوطلبی گذاشته شده است و پس از قرارداد با شرکت‌های مورد نظر روند استخراج آغاز خواهد شد. با گفته او به زودی کارخانه سمنت هرات فعال می شود و کار آسفالت شاهراه هرات غور به طول 350 کیلومتر آغاز خواهد شد. سرپرست وزارت تحصیلات عالی در سفر به ولایت کنر بر اتحاد میان شهروندان کشور تاکید می کند. ندام محمد ندیم می گوید که پیش از حاکمیت دوباره امارت اسلامی گروه داعش در کشور میان شهروندان به اعتمادی را به میان آورده و سبب مرگ افغان ها شده است. او همچنان با تاکید بر سرکوب گروه داعش می گوید که دیگر برای این گروه در کشور جایی نیست. سرپرست وزارت تحصیلات عالی در سفرش به کنر با تاکید بر اتحاد میان شهروندان کشور میگوید که برای حفظ اتحاد باید تلاش شود. ندا محمد ندیم میگوید که پیش از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در کشور گروه داعش به بی‌اعتمادی میان شهروندان کشور دامن زده و از همین رو دیگر در کشور جایی ندارند. او همچنان در بخشی از سخنانش درباره مذاهب در کشور چنین دیدگاهی دارد. افغانستان جلال پاک همیشه در دشمن به مخابری که کامیاب اضافه دیده یه علت یه داده افغانستان که مذاهب نیست یه مذهب دید امام ابو حنیفه رحمه الله طول افغانان را یه مذهب باید. سرپرست وزارت تحصیلات عالی می افزاید که امارت اسلامی پاسبان دین و دنیای شهروندان کشور است. او همچنان از دستاوردهای دو دهه پسین در کشور نیز انتقاد می کند. دستاوردهای بی ساده از دست امارت شل کاله چې موږ کومه لاسته راوړنې درلودې هغه جوړې لاړې لاسته راوړنې چې شوې وې دا یې په خلکو کې رواج کړی و چې هلئ ښځې راوپاڅېد غاتې دا اوس دا شل کاله نه کېږي د دې اتیا کاله کېږي چې دا پروسه روانه ده چې غیرتمنه خور و مور دا باید د کور راووځي د باندې بازار کې لسه لګړه وګرځېږي لکه د دې غېږې. با این حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی درباره سخنان سرپرست وزیر تحصیلات عالی چنین دیدگاهی دارند.
حکومت جمهوریت هم دستاوردهای بسیار بزرگی داره که یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ از اونها دادن حق برای تمام دختران و زنان افغانستان بود. داد سرگندونی چه طالبان و داعش سره مبارزه کرده داعش ختم کرده دیزه فکر کم چه دا واقعیتی او طول جهانیان افغانان دا منیم. این در حال است که سرپرست وزارت تحصیلات عالی از تاریخ 3 دسامبر سال روان میلادی به این طرف در سفرهای ولایتیش به هرات، بادغیس، فرا، نیمروز، زابل، کندهار و کنر با شماری از استادان دانشگاه‌ها و بزرگان قومی این ولایت دیدار و درباره مسائل گوناگون گفتگو کرده است. وزارت سرحدات اقوام و قبایل میگوید کارهای نوسازی علایم و نشانه‌های سرحدی با کشور ایران 15% تکمیل شده است. سخنگوی وزارت همچنان می‌افزاید که کار بالای طرح نوسازی علایم و نشانه‌های سرحدی با 5 کشور همسایه افغانستان در حال حاضر نیز ادامه دارد. سخنگوی وزارت سرحدات اقوام و قبایل به طلوع نیوز میگوید که کار بالای تطبیق کردن طرح نوسازی علایم و نشانه های سرحدی با کشورهای ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و چین جریان دارد. حمدالله فطرت می افزاید که کار نوسازی نشانه های سرحدی با کشور ایران نیز به شدت ادامه دارد و تا کنون 15% کار آن تکمیل شده است. تروس پوری ایران هیواد سرحد سرحدی نشود در نوی کول و پروسه شاوخوا 15% مخی ته تللې ده او نورو باندې هم کار روان دی. دغه راز د تاجکستان هیواد سره هم موږ ډېرې ساحو کې داسې سرحدي نښې لرو چې هغه نوي کولو ته ضرورت لري. په ټوله کې موږ د ټولو سرحدي نښو د بیا نوي کولو په دې پروسه باندې کار کوو. با گفته سخنگوی این وزارت، اکنون برای نوسازی نشانه های سرحدی با کشور تاجیکستان نیز گفتگوها جریان دارد تا بین افغانستان و تاجیکستان علایم و نشانه های سرحدی نوسازی شوند. اقوام و قبایل و چار وزارت هم دست استخبارات و هم دست دی رئیس الوزراء دی سیاسی بخش نه باید یو څوک ورسره وي. داسې یو کمپلیکسي حیات وي چې هغه د جانب مقابل بل هیواد شي وي هغه سره یې په نښه کړي چې بیا په راتلونکي کې ستونزې نه وي. در گذرگاه هایی که قبلن از طرف افغانستان به رسمیت شناخته شده باشه جابجایی علایم کار نیک است برای وضوح کسانی که عبور و مرور میکنند برای از اونا آسان میشه. بر بنیاد اطلاعات وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان با کشور ایران نزدیک به 200 علایم و نشانه های سرحدی در مرز دارند که برای نوسازی نشانه ها کار جریان دارد. این وزارت میگوید که طرح نوسازی علایم سرحدی با 5 همسایه افغانستان گام به گام تطبیق خواهد شد. پای دومی خبر ده خوش آمدید. نخست وزیری حکومت موقت پاکستان میگوید تا اکنون هیچ یکی از مهاجران دارای مدرک قانونی را از این کشور اخراج نکردند. انوارالحق کاکر میافزاید هیچ مسئولیت در برابر مهاجران افغان ندارد و برای آنان شهروندان پاکستانی در اولویت قرار دارد. همزمان برخی از مهاجرانی که مهلت مدارکشان رو به پایان است از آینده ناروشنشان در پاکستان نگرانند. نخست وزیر حکومت موقت پاکستان میگوید هیچ مهاجر قانونی افغانستان را که سند قانونی برای زندگی کردن در آن کشور داشته باشند را اخراج نکردند. انوارالحق کاکر میافزاید از میان 5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان 1.7 میلیون آن از سوی کمیشنری سازمان پناهندگان سازمان ملل راجستر شدند که هیچ یک از آنان از پاکستان تاکنون اخراج نشدند. تفاهم‌نامه ای که ما با سازمان پناهندگان سازمان ملل به امضا رساندیم یک تن از آن مهاجران راجستر شده را هم از پاکستان که در طول 50 سال که اینجا بودند را اخراج نکرده ایم. انوارالحق کاکر می افزاید هیچ مسئولیت در قبال مهاجران افغان ندارند و اولویت برای آنان شهروندان پاکستانی دارد. او یک بار دیگر تاکید می کند کسانی که می خواهند به پاکستان بیایند باید از راه قانونی وارد این کشور شوند. اما سخنگوی امارت اسلامی نیز از حکومت موقت پاکستان میخواهد تا در برابر مهاجران از رویه نیک کار بگیرد. مهاجرین به هر نوع و هر عنوانی که باشه باید با آنها برخورد قانونی صورت بگیره و برخورد انسانی صورت بگیره. همزمان برخی از مهاجران افغان در پاکستان میگویند که نگران پایان مهلت کارت هایشان هستند که از سوی سازمان بین المللی مهاجرت دریافت کردند.
له پاکستان څخه د غیر قانوني افغان کډوالو دراستنولو وروسته اوس له هغه افغانانو سره تشویش پیدا شوی کوم افغانان چې په پاکستان کې قانوني اسناد لري او د هغوی په اسنادو کې وخت ختم شوی ده، هغوی وایي چې زموږ راتلونکی به څنګه کیږي. دلته چې کوم یو نیم هغه افغان مهاجر پاتې چې د هغوی سره کارت نه وي، په یونیسیار ورته یو ټوکن ورکړی دی یا هغه هم ورسره نشته. این در حالی است که خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجران و عودت کنندگان نیز با کاردار ایتالیا برای افغانستان دیدار و درباره چالش‌های مهاجران افغان در پاکستان، ایران و ترکیه و اخراج اجباری آنان گفتگو کرده است. وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان میگوید که ایجاد سد آب در رودخانه کنر رسوی امارت اسلامی بر تشدید تنش‌ها و درگیری‌های احتمالی تأثیر خواهد گذاشت. جان اچکسای تصمیم امارت اسلامی مبنی بر ایجاد این سد را یک جانبه خوانده و گفته است که این کار اقدام خصمانه در برابر پاکستان است. این در حالی است که هفته گذشته وزارت انرژی و آب امارت اسلامی از تلاش‌ها برای ساخت و ساز بند کنر خبر داده است. پس از آن که وزارت انرژی و آب از ایجاد یک سد در رودخانه کنر خبر داد، اکنون وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان تصمیم امارت اسلامی مبنی بر ایجاد این سد را یک جانبه خوانده و گفته است که این کار اقدام خصمانه در برابر پاکستان است. جان اچکزی در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که ساخت این بند بر جریان آب رودخانه سند اثر منفی خواهد گذاشت. اگر طالبان افغان کار این سد را بدون درمیان گذاشتن با پاکستان ادامه دهند، عواقب شدید برای تشدید تنش‌ها و درگیری‌های بالقوه خواهد داشت. یک هفته پیش وزارت انرژی و آب با اشاره به افزایش تلاش‌ها بر ساخت و ساز بند آبی کنر گفته بود که این بند افزون بر تولید برق در توسعه زراعت و مدیریت آب‌های کشور مفید واقع خواهد شد. د اوبو و انرژی وزارت لوی پروژو څخه یو هم د گنبری بند پروژه ده. دغه بند 15 مگاوات برېښنا تولیدوي او لږ تر لږه 4.5 هکتار په شاوخوا کې به ځمکه خړوبوي. ټاکل شوې ده چې دغه پروژه د خصوصي سکتور له لوري بشپړه شي. با این حال برخی از کارشناسان آب میگویند که ایجاد سد آب برای تولید برق در دریای کنر هیچ تأثیر بر جریان آبهای کشورهای همسایه به خصوص پاکستان ندارد. اعمار بند کنر بسیار زیاد از نظر تولید انرژی از تولید برق بر افغانستان بسیار زیاد مهم است و اگر مقایسه کنیم به موضوعات آبای فرامرزی ببینین قرار مطالعات که صورت گرفته، هیچ کشوری حق نداره که ما را از استفاده مشروع از آبهای وطنی ما محروم بکنه. مردم افغانستان حق دارن که در هر جایی که بخواهن در آبهای خود، در دریاهای خود بند بسازن و یا او را به مقصد آبیاری استفاده کنن. بر بنیاد اطلاعات وزارت انرژی و آب، با ساخت ساز بند کنر این سد در آینده ظرفیت تولید 45 مگاوات برق را خواهد داشت و 34 هزار هکتار زمین کشاورزی را نیز آبیاری خواهد کرد. صبح خوش آمدید. رئیس عمومی میدان هوایی کابل آمار می‌دهد که تنها در یک ماه پسین بیش از 120 هزار تن از طریق میدان هوایی کابل رفت آمد کردند. عبدالهادی محمد در مراسم گشایش برخی از پروژه‌ها در میدان هوایی کابل تاکید می‌کند که با برخی از شرکت‌های خارجی در تماسند تا پروازهایشان را در افغانستان دوباره اثر بگیرند. از سوی هم معاون اقتصادی ریاست الوزراء اطمینان می‌دهد که برای سرمایه‌گذاران در تمامی بخش‌ها سهولت‌ها را فراهم می‌سازند. مسئولان میدان هوایی کابل در مراسم گشایش برخی از پروژه ها در میدان هوایی کابل میگوید که با برخی از شرکت های عربی در تماس هستند تا پروازهایشان را در افغانستان دوباره از سر بگیرند. رئیس عمومی میدان هوایی کابل میگوید که در یک ماه پسین 120 هزار تن از طریق میدان هوایی کابل رفت آمد کرده است که در این میان اتباع خارجی نیز است. هم پروازونه د ورځې دوه پروازه کوي او دغه رقم الجزائر شرکت او العربیه هم په رابطه کې دي. هغه راغلي دي د دې زموږ د میدان د مکمل د خدماتو د امنیتو ارزیابي یې کړې ده، پوره اطمینان یې سوی دی. معاون اقتصادی ریاست الوزراء در این نشست از تمامی اداره های دولتی می خواهد تا امنیت روانی و بدنی سرمایه گذاران را در کشور تامین کنند. عبدالغنی برادر اطمینان می دهد که در حال حاضر شرایط برای سرمایه گذاری در کشور فراهم شده است. در طول تجاران ورونو، در طول سنتکاران ورونو سرکر، در هر چه سنگ پواسه کیجی چه در خپل ملک در شکولا در پر
د خپل ملک د بهبود لپاره په اقتصادي امورو کې په نورو سرمایه ګزاری کې خپل وس او توان صرف او مصروف کړي. زه امیده ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه چې د ملت او د خلکو په مابینځ کې د رابطې په ټینګولو کې کوښښ ډېر وسي چې دا رابطه ټینګه شي. از سوی هم وزارت ترانسپورت و هوانوردی می گوید که کار برخی از پروژه ها در میدان هوایی کابل به ارزش $1,000,000 از سوی سکتور خصوصی آغاز شده است. این پروژه تقریبا در حدود 10 پروژه متوسط و خرد بود که اکثرش توسط تجار ملی و شرکت های ملی متمول شده بود. در مجموع ارزش تقریبا $1,000,000 داشت همه این پروژه ها. پیش از این مسئولان امارت اسلامی گفتند که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، برخی از کشورها به شمول چین، قطر، ترکیه، ازبکستان، امریکا و ایران در افغانستان در بخش‌های گوناگون سرمایه گذاری کردند. ادامه خبرده در تولونیو سفارت ژاپن در افغانستان از بهره پشتوانی از دو شفاخانه امروز ساری در کابل تفاهمنامه را با سازمان جهانی بهداشت در افغانستان به امضا رسانید. بر بنیاد این تفاهمنامه حکومت ژاپن نزدیک به $7,000,000 را از بهره کاهش میزان مرگ و میر امروز ساری در کشور به این سازمان کمک کرده است. سفارت ژاپن و سازمان جهانی بهداشت در افغانستان تفاهم نامه ای را در بخش مبارزه و کاهش میزان مرگ و میر بیماری های ساری در کابل به امضا رسانید. سفیر ژاپن می افزاید که بر اساس این تفاهم نامه نزدیک به $7,000,000 را به دسترس سازمان جهانی بهداشت در افغانستان قرار می دهد تا در راستای کاهش میزان مرگ و میر از بهر بیماری های ساری در شفاخانه انتونی در کابل و شفاخانه بیماری های ساری افغان ژاپن به مصرف برساند. در این توافق حکومت ژاپن تقریبا $7,000,000 به سازمان جهانی بهداشت از بهر کاهش مرگ و میر در میان بیماران به دلیل بیماری های ساری را فراهم می کند تا از ظرفیت های درمان شفاخانه ملی انتونی و شفاخانه افغان ژاپن در کابل در بخش تداوی بیماری های ساری اطمینان حاصل شود. همزمان با این نماینده سازمان جهانی بهداشت در افغانستان می افزاید که این سازمان به همکاری ژاپن می تواند نیازهای اساسی شهروندان کشور را در راستای مبارزه با شیوعی بیماری های ساری تامین کند. این پروژه جدید برای ما اجازه می دهد تا پشتیبانی خود را از شفاخانه افغان ژاپن و شفاخانه انتونی در کابل تقویت نماییم. پروژه دوباره کیفیت، خدمات ثانویه، خدمات مراقبت های بهداشتی را برای بیماران مصاب به بیماری های ساری ارائه می کند و تشخیص دقیق بیماری های ساری، اطمینان از ظرفیت کامل عملیاتی در دو شفاخانه که بیماری های ساری را درمان می کنند. پروژه مزایای مشخص خود را برای 67,000 تن به گونه انفرادی در سراسر افغانستان دارد. برخی از پزشکان امراض انتونی این کمک ها را به هدف مبارزه با بیماری های ساری در کشور سودمند می دانند. بهترین طریقه که بتانیم که دولت افغانستان بتانه که مدیریت کنه همی $7,000,000 را به خاطر کاهش امراض ساری نوع آگاهی دهی به مردم است. چون در رابطه به امراض ساری خصوصا در HBS, HCV و توبرکولوز نحو انتقال ازی برای مردم بسیار مبهم گنگ است. در همین حال امارت اسلامی از انجام کمک ها در بخش بهداشت کشور ابراز امتنان کرده و میگوید که از بهر رشد سکتور صحی افغانستان باید کمک های بیشتر در این زمینه صورت گیرد. افغانستان یک کشوری است که نو از حالت جنگی برآمده، مثل عرصه‌های مختلف در بخش صحی هم نیاز به همکاری کلی داره و از اقداماتی که سازمان صحی جهان نو آغاز کردن ما تشکری میکنیم و میخواهیم بیشتر و وسیع‌تر شود. این در حال است که پیش از این صلیب سرخ پس از 1.5 سال پشتیبانی از برخی از شفاخانه ها در کشور حمایت خود را از این شفاخانه ها قطع کرد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که هیئت از این اتاق در نشست اتاق تجارت و صنایع کشورهای اسلامی در دوحه شرکت کرده است. رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید در این نشست درباره سرمایه گذاری ها در افغانستان، توسعه رابطه بازرگانی و حل چالش های بازرگانان گفتگو شده است. از سوی هم سخنگوی امارت اسلامی شرکت هیئت از افغانستان در این نشست را در افزایش روابط موثر می داند.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که هیئت از این اتاق در نشست اتاق تجارت و صنایع کشورهای اسلامی شرکت کرده است. رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که در این نشست درباره فراهمسازی سهولت ها برای بازرگانان افغان نیز تاکید شده است. در این نشست روی موضوعات مختلف به ویژه تجارت و سرمایه گذاری میان کشورهای اسلامی و روی تقویت رابطه تجارتی میان این کشورها بحث صورت گرفت. برخی از آگاهان مسائل اقتصادی که در این نشست شرکت داشتند میگویند که از کشورهای اسلامی خواستند تا در بخش بازرگانی در کشور سرمایه گذاری کنند. مگه افغانستان کیم سرمایه گذاری کو؟ او پسان کې وسره مګل سفیر صاحب د افغانستان سرپرست سفیر هغه سره مو مولي د لغنمون د غوښتنه وکړه چې موږ ته باید په نړیواله سطح فرصتونه برابر کړي. از سوی هم امارت اسلامی حضور نمایندگان افغانستان در این گونه نشست ها را در توسعه تجارت افغانستان با کشورهای منطقه به ویژه کشورهای اسلامی مهم میداند. نشست ها امید تمام خواهد شد، در عرصه تجارت سهولت های بیشتر فراهم خواهد شد و تجارت ما خواهد تونستن اموال زیادی را با راه های سالم و سهولت وارد کنند. پیش از این نیز هیئت به شمول سرپرست وزارت صنعت و تجارت در نشست‌های اقتصادی به کشورهای روسیه، چین و پاکستان سفر کرده بود که هدف از این سفرها فراهمسازی تسهیلات برای سرمایه گذاران گفته شده بود. وزارت اطلاعات فرهنگ میگوید که روزنامه‌ها آثار تاریخی اند و باید تقویه و از آنها محافظت شود. معین این وزارت می‌افزاید که محتوا و نوشته روزنامه ها باید ساده، مسلکی و جدید باشد. در این میان رئیس روزنامه های دولتی می‌افزاید که حکومت باید از رسانه ها در کشور پشتیبانی کند. معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست تحت عنوان روزنامه ها و زبان های ملی پیشینه توسعه چالش ها و راه حل های آن میگوید که روزنامه ها آثار تاریخی کشور است و از این ارزش ها باید محافظت شود. عتیق الله عزیزی بر مسلکی سازی و کیفیت روزنامه ها تاکید می کند و می افزاید که محتوا و نوشته های خبرهای روزنامه ها باید ساده، جدید و جذاب باشد. موږ تاسو دغه ورځپاڼې باید فکر نه کړو، د دوی هوایج، د هغوی ضرورتونه، د هغوی استعدادونه، د هغوی لیکوالان، د هغو شاعران، د هغه تخنیکي ټیم، د هغو کاغذ، د هغه صحافت، هغه باید موږ تاسو د دې عصر له غوښتنو سره برابر وساتو. معین منابع و اداره وزارت معارف در این نشست میگوید که در تمام کشورها برای آزادی بیان حدود وجود دارد و آزادی بیان نباید سبب نفاق میان مردم شود. رئیس روزنامه های دولتی نیز تاکید میکند که حکومت باید به رسانه ها توجه کند و رسانه ها نیز باید نشرات خود را مطابق ارزش های اسلامی عیار کند. هر طولنه که منگ گورو دی بیان دی ازادی لپاره حدود سته. دی بیان ازادی په اصطلاح اغا مقیده ده. یک راسو نقد، یک کریتیک اغا مقید ده. پکار ده چه پنن وقتی مطبوعاتو تا جدی پاملرانه وشی، هم مسئولین او هم حکومت دغا پاملرانه زیاده کری، او اصحاب الاعلام و مطبوعات هم خپل مسئولیتونو تا پکتو گا متوجی شی. رسنه نیوازی ده پیخو ده نکاس، بلکه د حکومت او ملت ترمن د یو ارتباطي پل حیثیت لوبوي چې غوښتنې، سیاستونه او فرهنګونه په اغیزمن او پراخه توګه انتقالوي. په هغه ټولنه کې چې رسنۍ فعال دي او خپل رسالت د صداقت په رڼا کې ترسره کوي، د خلکو اساسي حقونه پکې خوندي دي. بر بنیاد اطلاعات ریاست روزنامه های دولتی در حال حاضر 4 روزنامه انیس، هواد، شریعت و کابل تایمز در پایتخت فعالیت دارند و به گونه نوبتوار روزانه 1000 نسخه نشر و توزیع می شود. شماری از درخواست کنندگان پاسپورت در کشور از کندی در روند توزیع آن انتقاد می کنند. آنها می گویند که برای دریافت پاسپورت مجبورند ماها پشت در ریاست پاسپورت انتظار بکشند. اما سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت از شفاف بودن روند توزیع پاسپورت اطمینان می دهد و می گوید که این روند به شکل عادی جریان دارد.
علیرضا یکی از ده ها باشنده کابل است که از بهر دریافت پاسپورت ماه ها می شود که پشت در ریاست عمومی پاسپورت می آید. او از کندی روند توزیع پاسپورت در پایتخت انتقاد می کند و می گوید که ماه ها می شود که موفق به دریافت پاسپورت نشده است. 20 روزه این حکم بهم داده. بعد من میام اینجا ریاست پاسپورت اصلا پیگیری نمیشه. اصلا منو جلو نمیذارن. با این که حکم نشون میدم منو جلو نمیذارن. میگن مثلا نیویورک به درد نمیخوره. برخی از شهروندان نیز از ریاست عمومی پاسپورت میخواهند تا روند توزیع پاسپورت را سرعت بخشند. خودم ده ماه میشه که پر کردم فرم پاسپورت ها. دیگه هیچ چی نیست. نتیجهش معلوم نمیشد. سایت اینترنت هم چک میکنیم معلوم نیست. اینجا مریض هم داریم داخل نمیمونه. همیال مریض ما داخل رفت تنها خودم پایواز نمون که داخل برام. تنها یک خواست داریم که روند پاسپورت را خیلی بالا بره. باید برای مردم پاسپورت بده که مردم بتونه در یک هفته هر کس بتونه حق خود بگیره پاسپورت خود. در برابر پاسپورت ما هر کسی پرداخت پول میکنه. اما ریاست پاسپورت از شفافیت در روند توزیع پاسپورت در 33 ولایت کشور به شمول پایتخت اطمینان میدهد و میگوید روند توزیع در همه ولایت ها جریان دارد. سخنگوی این ریاست همچنان تاکید دارد که کار روی توزیع پاسپورت از طریق شناسنامه کاغذی نیز جریان دارد. هیچ دسته کوم ولایت بند نده چې ګواکی هلته د خدمات نه وي او خدمات بند وي. موږ په ټولو ولایتونو کې خدمات پیل کړي دي. د پاسپورټونو د ویش به روان دی او په دې برخه کې هیڅ ډول کومه ستونزه منځته نه ده راغلی. سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت همچنان میگوید در 6 ماه پسین بیش از 300 هزار جلد پاسپورت را برای شهروندان توزیع کردند و نزدیک به 200 تن کمیشنکاران را نیز در یک سال پسین شناسایی و بازداشت کردند. شماری از طلا فروشان در پایتخت از کمرنگ شدن بازار فروششان شکایت دارند. این طلا فروشان میگویند که با کاهش بهای دلار در برابر پول افغانی قیمت‌های بهای طلا نیز در یک گرام تا 1000 افغانی کاهش یافته است. اما بازار فروش همچنان کمرنگ است. از سوی هم اتحادیه زرگران کابل علت کمرنگ شدن بازار طلا را تولیدات بیشتر طلا در کشور میداند. جلال الدین بیش از 5 سال می شود در دیوانان شهر کابل در یکی از دکانهای طلا فروشی سرگرم و کار است. او می گوید این روزها بازار و فروش طلا آن جنب و جوش سابق را ندارد. بازار فروشات خود قبلا خیلی خوب بود و در این تغییر نظام که آمد یک کمی خود مردم با مشکلات اقتصادی روبرو هستند که کسایی که مثلا وظیفه داشتن اونا از وظیفهشان برکنار شدن. دیگه فعلا فصل زمستان است، کاروبار فعلا کمتر است. دیگه هر سی گرم در عموم تمام طلایی که مثلا طلای 780 است یا 750 است یا 585 روسی است تمامش پایین است. اگر ما اون طلا را که تقسیم هم فرمول که میکنیم در دلار 88 پک ضرب بزنیم بازم طلا در خانه 4600 می بود، مگم الحمدلله چون دلار در مقابل افغانی به ارزش خود کم ارزش داده آل گرامش 3700-3800 است. بازار طلا زمستان کس کم زر ضعیف می باشه چون آروسی و گپخن نمی باشه. در مایمل و کاروبار شروع میشه چون آروسی ها شروع میشه. در زمستان از ما کار نمی باشه. از سوی هم اتحادیه زرگران شهر کابل افزایش تولیدات داخلی طلا را در کشور از علتهای کاهش بازار طلا میدانند. علتش این است که تولیدات کارخانه بسیار زیاد است و اقتصاد مردم کم است. به می خاطر اقتصاد نیست، به خاطر از اینمی مردم طلا را خریده نمیتونه. همزمان با این سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن میگوید که با ایجاد کارخانه های تولیدی طلا در کشور صنعت طلا سازی نیز رشد قابل ملاحظه ای داشته است. کارخانه ها و یا کارگاه های طلا سازی که در افغانستان ایجاد شده به شکل تخصصی بسیار استاندارد در افغانستان طلاهای مختلف با دیزاین های مختلف ساخته میشه که این صنعت طلا سازی ما در افغانستان رشد قابل ملاحظه ای داشته. از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که می کوشند تا از واردات طلا از کشورهای دیگر جلوگیری کنند. ما کوشش میکنیم واردات صادرات افغانستان رو به بهبود هستند و کوشش میکنیم تا ما چه رقم بتانیم با تمام کشورهای از طریق طلا و از طریق اموال دیگه هم ما صادرات و واردات داشته باشیم. بر بنیاد آمارهای اتحادیه زرگران شهر کابل در حال حاضر بیش از 2000 دکان طلا فروشی نزد این اتحادیه ثبت است.
شماری از بازرگانان بارزگر خواهان آزادسازی کالاهای تجارتیشان از بندر کراچی هستند. این بازرگانان میگویند 1000 کانتینر کالاهای تجارتیشان در بندر کراچی پاکستان از 2.5 ماه به این سو متوقف شده است و امارات اسلامی باید در هماهنگی با کشور پاکستان این کالاها را آزاد سازد. این بازرگانان میگویند که در بیش از 2 ماه گذشته به علت مسدود ماندن کالاهایشان در بندر کراچی جنهای هنگفت و مالی را متقبل شدند. برخی از بازرگانان از ولایت های کندهار، هرات، بلخ، فران، نیمروز و کابل اینجا گرده هم آمدند و خواهان رسیدگی به چالش های فراراه تجارتشان از سوی امارت اسلامی هستند. این بازرگانان در این نشست خواهان آزادسازی کالاهای تجارتیشان در بندر کراچی، لغو کمیسیون ترانسپورت در بنادر کشور و آزادسازی پول های شمار از بازرگانان در بانک ها هستند. در دیر زیاد سرمایه زمان پا پاکستان که ایسار پاته ده من د امارات اسلامي د مشران نه دا خواهش لرو هیله کو چې زر تر زر پاکستان سره په دغه موارد کې خبرې وکړي دغه ستونزې ته رسیدگی وکړي. ما یک تن بار 2800 افغانی انتقال میکردیم پیش از ساختن کمیسیون، ولی متاسفانه به محض که کمیسیون اعداد شد شروع به فعالیت کرد یک تن بار ما از 2800 به 3000 رسید. شمار دیگر این بازرگانان میگویند که باید اتاق تجارت و سرمایه گذاری و اتحادیه بازرگانان با آنان نیز همکاری کنند. تجارت که یو گروپ دی یا یو پارتی ورته واس یو شیسی واس دا پر مر راپورته سوی دی مر تجارت ټول د انصار سره مخامخ کړي متاسبانه شه د امارات مشران سره مر په وار وار دا ستونی شریک کړي دی د اتاق تجارت سره مر نه توانی دلی شه د مر مشکل حل سوی یو مشکل دا دی یو برسی په ګمرکاتو کې ستا چې دا برسی درې میاشتې بعد له یو کال بعد چې کیږي نو دا زموږ لپاره ډېر غټ نقصان دی. نو موږ غواړو چې دا اوله ورځ په ګمرک کې بررسي هلته مجرا سي هلته کار سي لکه نور شان. همزمان با این اتاق تجارت و سرمایه گذاری اطمینان می دهد که تلاش دارند تا سهولت های بیشتر را به بازرگانان فراهم بسازند. که مشکلات تجاره میستن که چیزای اموالشان همونجا قید هستن، اتاق تجارت کوشش داره تا از مراجع زیرفت امارت اسلامی افغانستان مقامات زیرفت دهی برای امرای ما همکاری کن. پیش از این مسئولان در امارت اسلامی گفته بودند که تلاش ها از بحر رهای 450 کانتینر اقلام ترانزیتی باقی مانده بازرگانان افغان در بندر کراچی پاکستان ادامه دارد. سخنگوی امارت اسلامی تاکید کرده بود که حکومت موقت پاکستان وعده سپرده تا کانتینرهای متوقف شده از بندر کراچی را آزاد کند. سرپرست وزارت تحصیلات عالی میگوید که موقف آنان درباره بسته شدن دروازه مکتب‌ها و دانشگاه‌ها برای دختران مانند گذشته است و تا امر ثانی رهبر امارت اسلامی بسته خواهد ماند. ندا محمد ندیم در مراسم گشایش برخی پروژه‌ها در دانشگاه ننگرهار نیز تاکید کرد که این وزارت متعهد به ارتقای ظرفیت دانشجویان و آموزگاران است و در این زمینه تلاش‌های بیشتری را انجام خواهند داد. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی که سه برنامه ماسری و برخی از پروژه های ساختمانی را در دانشکده زراعت دانشگاه ننگرهار افتتاح کرد، بر موضع پیشین خود در مورد بسته شدن دروازه مکتب ها و دانشگاه ها در برابر دختران تاکید کرده و افزود که این مورد تا امر ثانی معطل است. بجا متعلق خمو را خپل دریز مخی یاد کړی دی، هغه مدریز دی پر خبره باندې ولاړیو چاسم ویلی هغه خبره ده ادام رسانی خبره سوی ده مغز بجیریان روانی شکل از مر شرایط و از مر فضا آقا سه تا اماده است بچی ده اسلامی شریعت تکازای یا به انشالله مختزو. شمار از دانشجویان دانشگاه ننگرهار از کمبود امکانات برای آموزش های عملی شکایت کرده و از مسئولان می خواهند که در این باره توجه جدی کنند. زمانگ ها غورونه چه پا خارج که واسه ندرلوده چه ماشتری و که آقا کولش وزلده پا افغانستان که او پا خصوصا ختیزون د محصلین لپاره چې اسانه هم شو نږدې هم شو کولی شي خپل هغه زده کړې دلته ترسره کړي. زموږ د وزارت څخه غوښتنه دغه ده چې موږ د عملي کار سیستم معیار کړي. موږ سره چې په لابراتوار کې کوم سامان الله دي په هغې باندې زموږ ډاکټران موږ ته عملي کار راښیي، خو کوم شین چې دغه نه لري لاسرسی نه لري هغه عملي کار زموږ نه پاتې دي. این در حالی است که حکومت سرپرست از بیش از 2 سال به این سو دروازه مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم و از 1 سال به این سو دروازه دانشگاه را برای دختران بستند و هنوز روشن نیست که چه زمان بازگشایی خواهند شد.
حلبی سازان در کندوز از روبه نابودی این صنعت ابراز نگرانی میکنند. آنان میگویند صنعت حلبی سازی که بیش از 100 سال پیشینه دارد اکنون به گونه کم پیشینه کاهش یافته و با خطر نابودی روبروست. واردات اجناس خارجی و بهای بلند مواد خام از علت های اساسی کمرنگ شدن صنعت حلبی سازی گفته میشود. گلرسول 30 ساله که پیشه حلبی سازی را از پدر به میراث برده، سرگرم ساخت وسایل مورد نیاز مردم، به ویژه وسایلی که مانند بخاری در فصل سرما بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد است. او میگوید که سالهای پیش در این فصل سال کار و درآمد خوبی داشت، اما در سالهای پسین به علت واردات وسایل مشابه از بیرونی کشور کار و بارش به گونه چشمگیری کاهش یافته است. چیزی که تولیدات مشابه از خارج تولید میشه میایه، اینا باید بند شوه که اگر بخوایی که سند زنده بانه دیگه، که ما اگر این رقم روان ادامت پیدا کنه این بخاری هم شاید ما ایدست بتیم. شمار دیگری از حلبی سازان در کندوز میگویند در صورتی که جلوی وسایل مشابه که از بیرون کشور وارد میشود گرفته شود و مردم نیز وسایل دستساخت داخلی را خریداری کنند، صنعت حلبی سازی دوباره رشد خواهد کرد. ما از همی هموطنهای ما همی خواهش داریم که به خودکفایی وطن خود افتخار بکنن که یک چیز تولید میشه و این را بخرن و بدون شک که کیفیت ازی بالاتر از چیز خارجی هست. سابق بود برادر الکاین بود، اون قیف ما جور میکردیم، قیفای الکاین، کواترهای تل، لیتریای تل، پیپای اوکش، دیگه اجاقای زغالی، نوای بام، فعلا پایپای پلاستیکی میایه اونا پایین میشه، هر چی بود سابق. اما رئیس صنعت و تجارت کندوز بر پشتیبانی از توسعه دستاخت ها و تولیدات داخلی تاکید میکند. هغه مشابه کم واردات سی دی، نو دی هغه هم دا کوشش کوي او په دې لټه کې دي چې د هغه مخه ونیسي، لپاره د همدغه وطن د صنعت د ترقۍ په خاطر باندې چې دا د وطن صنعت رشد او ترقۍ وکړي همدغه استفاده سي. بخاری، بکس های آهن چادری، سطل، جک های آبخوری و ده ها گونه دیگر از وسایل مورد نیاز خانواده ها از دستاخت های حلبی سازان بود که در گذشته ها خریداران زیادی داشت، اما اکنون این دستاخت ها تنها به ساخت بخاری و بعضی وسایل کوچک دیگر محدود شده است. 5 فرزند یک خانواده در اورزگان پس از تولد به گونه تدریجی معلول شدند و هم اکنون خانواده ایشان در اوضاع بد اقتصادی به سر میبرند. پدر این کودکان میگویند که اعضای بدن فرزندانش از 6 سالگی تا 8 سالگی به گونه تدریج فلج شدند. پزشکان علت این گونه بیماری ها را ارثی و ازدواج با نزدیکان میدانند. این منطقه جغتو در مربوطات ولسوالی خاص اورزگان ولایت اورزگان است. شیرین کهنسال که باشنده این منطقه است، 10 فرزند دارد که به شمول یک دختر، 5 کودکش پس از 6 سالگی تا 8 سالگی به گونه تدریجی فرد می شوند و اعضای بدنشان از حرکت باز می ماند. او می گوید از یک سو معلولیت کودکانش و از سوی دیگر چالش های اقتصادی زندگی او را با دشواری روبرو کرده است. شیرین از حکومت سرپرست و نهادهای مدد رسان می خواهد تا برای درمان کودکانش او را همکاری کنند. تقریبا دغه دوه دانې داسې د شپږو کالو څخه نیولې بیا تر اتو کالو پورې په داسې حالاتو کې کښېنستله چې د ولاړ ووتله د دغه مخکې ګرځېدله، خو در څلورم کال پنځم کال کمبوتو، در پنځم کال شپږم کال کمبوتلو، چې اوه کاله اته کاله ته رسېدله بره ځای پر ځای کښېنستله، دا د دردنن ورځې پورې ځای پر ځای ناستې. زه ناپورته کېدلی سم، نو پرې وتلی اوس پلار مې پرې باسي، پلار مې راپورته کوي، پلار مې باسي دننه مې باسي، دننه بته مې راوباسي ته بندې. پزشکان علت این گونه بیماری ها را ارثی و ازدواج های خانوادگی می دانند. دا لکه پخپلو که سر واده کرده، نو پخپلو که واده چه دا هم دا غزیان نلری چه که ماشومان چه پیدا کی امکان لدی چه اغاو لری یا دماغی مشکلات لری او یا هم د عضلات مشکلات لري. رئیس شهدا و معلولین اورزگان میگوید برای این گونه خانواده های معلول از سوی حکومت ماهانه معاش داده می شود تا نیازمندی های روزانه خود را برطرف کنند. هر میاشت د دې ته موږ هغه خپل مقرر شی چې هغه میاشتنه شی دی هغه ورکوو، خو خیر داسې موږ د نه دي چې په هره میاشت کې ورکوو، موږ سره جمع کوو، بیا داسې مثلا د شپږو میاشتو شی پرې وځای ورکوو، بیا د شپږو میاشتو شی په آینده کې بیا ورکوو.
این در حالی است که چندی پیش بر اساس گزارش تلونیوز بیش از 100 تن باشنده یک روستا در ولسوالی دهرود اورزگان نابینا بودند که پس از آن یک گروه پزشکان برای درمان آنان از کابل به آن منطقه فرستاده شدند. شماری از بانوان قالین بافت در چاوشان میگویند که به علت نبوده بازار مناسب با چالش های جدی روبرو اند. این بانوان از امارات اسلامی و نهادهای مدد رسان میخواهند تا از این صنعت کهن در کشور پشتیبانی کنند، اما ریاست صنعت و تجارت چاوشان میگوید به هدف رشد صنعت قالین وطنی و بازاریابی برنامه هایی را روی دست دارند. نزدیک به 70 زن و دختر دارای معلولیت و نادار در یکی از کارگاه‌های قالین بافی در شهر شبرغان مرکز جوزجان سرگرم قالین بافی هستند و برای بافت هر متر قالین 1500 افغانی مزد می‌گیرند. اما نبود بازار برای فروش قالین‌های وطنی و واردات بی‌رویه قالین‌های خارجی از علت‌هایی است که سبب رکود صنعت قالین بافی در این ولایت شده است. تعداد 70 نفر ما اینجا کارمند داریم، استاد شاگرد است، چون که بی‌وظیفه هستند، معلول معیوب هستند اینجا. کلا ما چیزی را که تولید میکنیم با چیز ناچیز امیر ایجاد کردیم، اما بازار نداره. قالین اوقع بازار نداره. ما از امارت اسلامی خواهش مندیم ما را حمایت کنه، یک مارکتینگ برای ما ایجاد کنه تا بتوانیم ما پیشرفت کنیم. بزگه بزه یت نفر ناخور بزه ماش قالین دستن که بزه ولدنم ش قالین منم نمیدی یالیم ش پله ماش رکیله بز. اما ریاست صنعت و تجارت جوزجان میگوید بعد فروش صنعت قالین وطنی و بازاریابی برنامه های را روی دست دارند. قالینی که خارج از کشور در وطن ما شما وارد میشه، تکس از اینا زیاد شوه و که اینا وارد نشوه و کمیاب شوه، قالین وارداتشان و قالین وطنی ما شما روش داده شوه. بر بنیاد اطلاعات ریاست صنعت و تجارت جوزجان، همکنون 80 دستگاه قالین بافی در این ولایت فعال هستند و بیش از 124 هزار زن و 6 هزار مرد در این دستگاه ها کار می کنند. یک نهاد مدد رسان برای نزدیک به 250 کودکان کارگر و بی‌سرپرست در بامیان لباس‌هایی از مسانی توزیع کرد. شماری از این کودکان می‌گویند که به علت اوضاع بد اقتصادی ناگزیر به کارهای شاق را آوردند. رئیس کار و امور اجتماعی بامیان می‌گوید که با کمک برخی نهادهای پشتیبان کودکان برای 200 کودک نیز زمینه آموزش رایگان و خوراک و پوشاک فراهم کرده است. و به همین ترتیب رسیدیم به پایان خبر. از همراهیتان سپاسگزارم. بخیر شب، دوستان بخیر.